درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 15 دی ماه ما رو همراهی کنید. به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، یک فروند شناور متعلق به کره جنوبی صبح امروز دوشنبه در آبهای خلیج فارس توقیف شد. خدمه این شناور نفتی از ملیت‌های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردوی قم شروع شده. او شروع غنی‌سازی را پیرو مصوبه اخیر مجلس ایران دانسته و گفت با وجود اینکه دولت این مصوبه را به مصلحت نمی‌دانست، ولی قانون مصوب مجلس را لازم الاجرا می‌داند و به آن پایبند خواهد بود. در پی تنش‌های فزاینده و ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و سایر مقامات آمریکایی، وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون شامگاه یکشنبه اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدهای تهران حضور ناو هواپیمابر USS نیمیتس را در منطقه ابقا خواهد کرد. شماره دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در کشور ترکیه طی سالهای اخیر حدود 1300% افزایش یافته است. رصدخانه مهاجرت ایران با انتشار آماری گزارش داده از سال 93 مقصدهای تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی کشور تغییر قابل توجهی داشته و از کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلستان به سمت کشورهایی مانند ترکیه و مجارستان سوق پیدا کرده است. خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که یک قطار مترو در شهر تبریز از ریل خارج شده و در ایستگاه قونقاباشی مترو این شهر خساراتی به بار آورده است. بر اساس این گزارش این قطار بدون مسافر بوده و این حادثه تلفات جانی نداشته است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه گفته دولت ایران از رفتار عراق و افغانستان در جلسه کمیته پنجم سازمان ملل که به بررسی تحریم‌های جمهوری اسلامی اختصاص داشت ناخرسند است. نماینده عراق در این جلسه رأی ممتنع داده و نماینده افغانستان نیز جلسه را ترک کرد. دادگاهی در لندن که موضوع استرداد جولیان آسانج، مؤسسه سایت افشاگر ویکیلیکس به آمریکا را بررسی می‌کرد، امروز حکم داد که او نباید به آمریکا مسترد شود. مقام‌های آمریکایی آقای آسانج را به تلاش برای نفوذ به کامپیوترهای دولتی برای کسب اطلاعات و نقض قوانین جاسوسی برای انتشار اطلاعات محرمانه متهم کردند.